مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. بینندگان، امروز مایلم درباره خاورمیانه و اینکه در خاورمیانه نظمی وجود نداره صحبت بکنم و از خطر جنگی بین عربستان سعودی و ایران صحبتی داشته باشیم. خب میدونیم هم اکنون جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران در عراق، در سوریه، در یمن و حتی در لبنان وجود داره. امروز دشمنی شدیدی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره. در مرحله گذشته خاورمیانه و بی‌نظمی که به وجود آمده، کشورهای زیادی از هم متلاشی شدن. بینندگان، عراق متلاشی شد، لیبی متلاشی شد، سوریه داره متلاشی میشه و اکنون نوبت یمنه، یعنی با جنگی که عربستان در یمن شروع کرده. آمریکا در جنگ عراق نظم این کشور رو به هم زد در سال 2003. میدونین که آقای پاول برمر، حاکم آمریکایی عراق، در عراق تمام ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور رو تخریب کرد و نابود کرد و با خیال خام خودش میخواست یک سیستم نوینی رو در عراق به وجود بیاره. به جای سیستم نوین، در واقع یک سیستم فاسد مصنوعی رو آمریکا در عراق به وجود آورد و عراق را تحویل شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران داد آمریکا. آمریکا یک ارتش فاسد مصنوعی 250,000 نفری را در عراق تشکیل داد. به ادعای خود آمریکا در حدود 40 میلیارد دلار هزینه تشکیل ارتش جدید عراق بود و این عراق و این ارتش نتونست در چند ساعت، به مدت چند ساعت، در شهر موصل در مقابل جنگجویان داعش مقاومت بکنه و از هم پاشید. هزارها تانک، هزارها توپ و مهمات مدرن آمریکایی به دست داعش افتاد. بینندگان، مایکل فلین، جنرال مایکل فلین که سال 2012 تا 2014 رئیس سازمان مخفی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا بود، چنین میگه که بدون جنگ عراق داعشی وجود نداشت و تأکید میکنه که قطعا همینطوره. عراق تجزیه شد، عراق تیکه تیکه شد. بریم به کشور بعدی، لیبی. امروز هم لیبی، در واقع در لیبی خلای سیاسی وجود داره، خلای سیاسی وجود داره. فرانسه، انگلستان با کمک آمریکا باعث سقوط قذافی در این کشور شدن. جهادیستای لیبی شخص قذافی رو زنده زنده تیکه کردن، تیکه تیکه کردن، به مقعدش سرنیزه فرو می کردن و او رو در چندین ساعت شکنجه تیکه تیکه کردن و متاسفانه هیچ صدایی از کشورهای حامی حقوق بشر بلند نشد. بینندگان عزیز، من از حقوق بشر صحبت می کنم. درسته شخص قذافی جنایتکار بود، ولی بشر بود و طبق منشور جهانی حقوق بشر حقی داشت. ولی متاسفانه کشورهای غرب، آمریکا، رؤسای کشورهای غرب هیچ گونه صدایی بلند نکردن. ولی جالب اینه که همون جهادیستایی که آمریکا و کشورهای مانند انگلستان و فرانسه از اونا حمایت میکردن، بعدن در 11 سپتامبر 2012 کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا در لیبی، رو به قتل رسوندن. در کجا به قتل رسوندن؟ در بنغازی، در شرق لیبی، یعنی در مرکز شورشیان ضد قذافی. کریستوفر در شرق لیبی چی کار میکرد؟ کریستوفر در اونجا با نیروهایی که بر ضد بشر قذافی مبارزه میکردن همکاری میکرد و از اونها حمایت میکرد. در 11 سپتامبر 2012 او در کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی به قتل میرسه و یک روز بعد واشنگتن پست یادداشت‌های او را
در کنسولگری آتش کشیده شده به آتش کشیده شده پیدا میکنه. یادداشت های کریستوفر استیونز و طبق این یادداشت ها واشنگتن پست می نویسه که کریستوفر در شرق لیبی در بنغازی با حمایت سیاه و کمک سیاه در صدد این بوده که سلاحهای انبارهای قذافی را به سوریه برای جنگ سوریه و برای جنگ بر علیه بشار اسد بفرسته. این شرایطی است که در لیبی به وجود آمد. اکنون سوریه به آتش کشیده شده. در سوریه این جهادیست‌های افراطی مسلمان هستند که کنترل تمام اپوزیسیون را در اختیار دارند. در ژنو، در مذاکرات ژنو بین اپوزیسیون و دولت بشار اسد نمایندگان جهادیست‌ها هستند که از طرف اپوزیسیون در اونجا مذاکره می‌کنند، نه میان راه‌ها اونطوری که آمریکا و غرب مطرح می‌کنه. جنبش الفج یا جیش الفج، ارتش پیروزی به اصطلاح، رادیکال ترین سازمان افراطیون در سوریه، ارتش اسلامی به رهبری محمد آلوش و احرار الشام نمایندگانشون در ژنو با نمایندگان دولت بشار اسد مذاکره میکنن. سیمور هرش، این روزنامه‌نگار معروف آلمانی، چند روز پیش در یک مقاله در یک مجله معروف آلمانی به نام سیسرو چنین می نویسه که حتی در سال 2013، در سال 2013، سه سال پیش، اختلاف شدیدی بین پنتاگون و کاخ سفید و سیاست کاخ سفید در رابطه با سوریه وجود داشته. سیمور هرش چنین مطرح میکنه که آقای ژنرال دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن زمان، و مایکل فلین، رئیس سازمان مخفی پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا، در اون زمان چنین مطرح میکردند که با سقوط بشار اسد در سوریه این جهادیست‌ها هستند که قدرت رو به دست خواهند گرفت. ولی بینندگان، در همین مورد بسیار جالبه به سند دیگری اشاره بکنیم، سند بسیار مهمی. مرکز تحقیقات مذهبی ژئوپلیتیک، مرکز تحقیقات مذهبی ژئوپلیتیک بریتانیا در دسامبر 2015 چنین مطرح میکنه که اگه بشار اسد سقوط بکنه، سازمانهای بسیار خطرناک افراطی اسلامگرا و جهادیستا قدرت ها در سوریه به دست خواهند گرفت. این جالبه، این در تایید صحبت های سابق منه. بینندگان، به این مطلب هم باید اشاره بکنم، این اتاق فکری تحقیقات مذهبی ژئوپلیتیک بخشی از بنیاد مذهبی تونی بلر، نخست وزیر انگلستانه، نخست وزیر سابق انگلستانه، یعنی یک بنیادی که تونی بلر در رهبریش قرار گرفته، چنین چیزی رو مطرح میکنه. بینندگان، امروز آتشی در خاورمیانه شعله‌ور است و خاورمیانه در این آتش در حال سوختنه. امروز هژمون یعنی آمریکا به عنوان هژمون در منطقه قدرتی نداره که بتونه نظمی رو به وجود بیاره. امروز دو قدرت منطقه‌ای یعنی جمهوری اسلامی و عربستان در واقع خودشون در این جنگ نیابتی بنزین میپاشن به این آتشی که در خاورمیانه داره روشن میشه. جنگ نیابتی که اونها در کشورهای مختلف انجام میدن، جنگ نیابتی که دولت جورج دبلیو بوش در واقع به اون دامن زده. ببینین، در سال 2006 کندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آقای جورج دبلیو بوش، سفری به ریاض یعنی پایتخت عربستان سعودی میکنه و در این سفر به ریاض به حاکمین عربستان سعودی چنین میگه که در مقابل هلال شیعه در ایران، از ایران، عراق، سوریه تا لبنان، بیان هلال سنی را به وجود بیارن و با ایران مبارزه بکنن. اکنون با ضعف هژمون یعنی آمریکا، بحران در خاورمیانه روز به روز تشدید میشه. بینندگان عزیز، و با توافق اتمی بین کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران، مواضع ایران داره تقویت میشه، مواضع جمهوری اسلامی، و غرب خواهان اینه که با ایران
معامله اقتصادی و وارد روابط شدید اقتصادی بشه و این مطلب باعث نگرانی شدید عربستان سعودی شده. یک بار دیگه اشاره بکنم، این دو خلأ که وجود داره، این خلأ دوگانه، یعنی از یک طرف فروپاشی کشورها که من ازش نام بردم، از طرف دیگه نبودن نظامی در منطقه، باعث تشدید بحران داره میشه در منطقه و این شرایط باعث داره میشه که منطقه از کنترل خارج بشه. بینندگان عزیز، امروز عربستان اعتمادی به همپیمان خودش آمریکا دیگه نداره، پیمانی که در سال 1945 بین عبدالعزیز السعود و روزولت رئیس جمهور آن زمان آمریکا بسته شد، مبنی بر این که عربستان نفت آمریکا را تامین بکنه و آمریکا تضمین میداد که خاندان سلطنتی را حفاظت بکنه، دیگه این پیمان 1945 عمل نمیکنه. بینندگان، عربستان برای حفظ امنیت خودش امروز خودش وارد صحنه سیاسی و نظامی در منطقه شده و بدون تایید آمریکا جنگ یمن رو شروع کرده، فاجعه دیگری را به وجود آورده. عربستان از سقوط حسنی مبارک در مصر بسیار وحشت زده شد. از دید عربستان، آمریکا در واقع در سقوط حسنی مبارک این همپیمان خودش را قربانی کرده. عربستان همیشه خواهان حفظ دیکتاتورها در منطقه بوده. عربستان از بهار آزادی وحشت داشت و امروز با کاهش نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه، عربستان مهاجمتر از سابق و خطرناکتر از سابق عمل میکنه. فقط در مورد سوریه عربستان سیاستش در مقابله با دیکتاتور سوریه یعنی بشار اسد قرار گرفت و این سیاست عربستان در سوریه با سیاستش در رابطه با دیکتاتورهای منطقه فرق میکنه. عربستان در سوریه خواهان سقوط بشار اسد برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی که در کنار بشار اسد قرار داره. عربستان در سوریه با جنگ سوریه چنین شانسی رو میبینه که با دشمن خودش یعنی ایران در اونجا مبارزه بکنه. عربستان در سوریه خواهان آزادی و دموکراسی نیست. بینندگان عزیز، از دموکراسی و آزادی حمایت نکرده. در کنار عربستان، این قطره که بزرگترین حامی نیروهای شورشی در سوریه است. عربستان فقط در سال 2015 700 میلیون دلار کمک به شورشیان سوریه کرده، ولی قطر در دو سال ابتدای شروع جنگ سوریه در حدود 3 میلیارد دلار کمک به شورشیان کرده و این روزنامه تایمز مالی می نویسه. به ویژه کمک به جبهه النصرت و القاعده، این کمک ها رو قطر انجام داده. انگیزه قطر در جنگ با سوریه و جنگ بر علیه بشار اسد چی بوده؟ من امروز اینو میخوام مطرح بکنم. مخالفت بشار اسد با خط لوله گاز قطر از طریق سوریه به اروپا باعث جنگ قطر بر علیه بشار اسد شده. جنگ امیر قطر با بشار اسد در سال 2011 بینندگان شروع نشده، بلکه در سال 2000 این جنگ شروع شد، یعنی 11 سال قبل از شروع جنگ و اعتراضات در سوریه. قطر خواهان ساخت خط لوله گازی به ارزش 10 میلیارد دلار از طریق سوریه به ترکیه و اروپا بود. این خط لوله گاز میبایست از عربستان، اردن، سوریه و ترکیه بگذره و به اروپا قطر رو وصل بکنه. در این طرح قطر، در این طرح لوله های گاز قطر، نقش ترکیه به عنوان کشور ترانزیت نقش اساسی بود و ترکیه پول های زیادی را به این ترتیب، منابع مالی زیادی را به دست می آورد و با انجام این طرح، قطر یکی از کشورهای قدرتمند منطقه بود. ما می دونیم که قطر یکی از متحدین بزرگ آمریکا در منطقه است. قطر هم اکنون دو پایگاه نظامی آمریکا رو در قطر جا داده. قطر مرکز اصلی فرماندهی آمریکا در منطقه یعنی سنتکو. با این خط لوله ترکیه هم از وابستگی به گاز روسیه نجات میافت. ترکیه در اروپا مقام بزرگی رو
با این خط لوله به دست می آورد و در کنار ترکیه و قطر این عربستان سعودی بود که در سوریه تقویت می شد و با خط لوله قطر در واقع عربستان سعودی به اهداف ژئوپلیتیک خودش یعنی محدود کردن جمهوری اسلامی در سوریه نزدیکتر می شد. ولی در سال 2009 اسد اعلام میکنه، بشار اسد اعلام میکنه، من نقل قول میکنم از بشار اسد، میگه برای حفظ منافع همپیمان خود روسیه حاضر به امضای قرارداد با قطر نیست. یعنی به خاطر منافع روسیه حاضر به امضای این قرارداد نمیشه بشار اسد. طبیعتا روسیه مخالف طرح قطر بوده. 70% گاز اروپا در واقع توسط روسیه تامین میشه و با این خط لوله گاز قطر دقیقاً موازه ژئوپلیتیک روسیه در سوریه به خطر می افتاد و ضربه اقتصادی عظیمی به روسیه می خورد. در همون زمان در سال 2009 بشار اسد خواهان لوله اسلامی میشه، لوله گاز اسلامی میشه، لوله گاز اسلامی که گاز ایرانو از طریق سوریه به لبنان منتقل می کرد و از طریق لبنان به اروپا منتقل میکرد. بنابراین در این سیاستی که بشار اسد اتخاذ کرده بود برنده اصلی جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی تقویت میشد و قدرت ایران در خاورمیانه تقویت میشد و اینها در واقع دلایلی بودند برای شورش مردمی بر علیه بشار اسد و باید قیام سنی ها، سلفی ها و وهابیون در سوریه شروع می شد. و در این رابطه من از سندی نام می برم، سند ویکیلیکس. ویکیلیکس در سال 2009 اسنادی رو فاش می کنه که سازمان CIA آمریکا در همون سال 2009 شروع می کنه کمک مالی کردن به گروه هایی که مخالف بشار اسد هستند. یعنی در واقع 2 سال قبل از شروع اعتراضات در سوریه 2011 سازمان CIA آمریکا در سال 2009 شروع به کمک‌های مالی خودش بر علیه شورشیان انجام میده. انگیزه ترکیه چی بود؟ خب من صحبت از این کردم که ترکیه با انجام نشدن طرح لوله‌های گاز قطر ضربه عظیمی خورد و اکنون ترکیه در واقع جنگ ها میخواست بر علیه بشار اسد شروع بکنه و ترکیه تبدیل به مرکز شورشیان سوریه شد. نه تنها ترکیه حمایت از اخوان المسلمین میکرد، نه تنها از نیروهای رادیکال حمایت میکرد، بلکه ترکیه در کنار حکومت اسلامی، یعنی حکومت اسلامی که امروز بخشی از عراق و سوریه را در اختیار داره قرار گرفت و از اون حمایت کرد. برای که حکومت اسلامی به آنکارا قول داده بود بر علیه کردهای سوریه که در شمال سوریه میخواستن خودمختاری و دولت خودشون رو به وجود بیارن مبارزه میکنه. اینا داعش مبارزه میکنه بر علیه کردها در شمال سوریه. ترکیه با کمک به داعش میخواست جلوی در واقع نفوذ کردها در شمال سوریه رو بگیره و جلوی دولت مستقل کردها در شمال سوریه رو بگیره. ولی آنکارا موفق نشده. به این دلیل موفق نشده که امروز آمریکا تنها نیرویی که ازش استفاده میکنه، نیروی زمینی بر علیه داعش، این کردهای سوریه هستند که در مبارزه با داعش نقش مهمی را در کنار آمریکا بازی میکنن. و تمام این اتفاقات و شکست عربستان سعودی، ترکیه و قطر در سوریه به نفع جمهوری اسلامی شده بینندگان عزیز. و جالبه با آمدن ملک سلمان در سال 2015 ملک سلمان از همه امکانات اقتصادی، دیپلماسی و حتی نظامی خودش برای محدود کردن و منزوی کردن جمهوری اسلامی در منطقه استفاده میکنه. عربستان سعودی سعی میکنه پاکستان رو با خودش همراه بکنه در این مبارزه برای جمهوری اسلامی. عربستان سعودی سعی میکنه مالزی رو با خودش همراه بکنه برای جمهوری اسلامی. عربستان سعودی حتی سعی کرد هندوستان را در کنار خودش داشته باشه بر علیه جمهوری اسلامی که در این راه هنوز موفق نشده. میدونیم چند هفته پیش قرارداد چابهار، قرارداد سه جانبه چابهار بین جمهوری اسلامی، هندوستان و افغانستان به امضا رسید.
عربستان کشورهای آفریقایی را سعی میکنه در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده. رئیس جمهور سودان عمر البشیر یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی بود. عربستان در این ماه‌های گذشته با سرمایه گذاری 11 میلیاردی در سودان موفق میشه عمر البشیر را از ایران جدا بکنه و روابط سودان را با ایران قطع بکنه. همین چند مدت پیش فاش شد که عربستان سعودی به دولت سومالی 50 میلیون دلار پول داده به خاطر قطع رابطش با جمهوری اسلامی. عربستان سعودی در مبارزه با ایران هزینه نظامیشو در سالهای گذشته 270% درست میشنوید 270% اضافه کرده. بعد از آمریکا با هزینه 600 میلیارد دلاری نظامی و چین با هزینه 215 میلیارد دلار نظامی، امروز عربستان سعودی در مقام سوم با 88 میلیارد دلار هزینه نظامی قرار گرفته. مقایسه بکنیم با بودجه نظامی جمهوری اسلامی. بودجه نظامی جمهوری اسلامی طبق اسناد انستیتوی تحقیقاتی صلح استکهلم، یک بار دیگه تاکید میکنم، انستیتوی تحقیقات صلح استکهلم، سیپری فقط 10.5 میلیارد دلاره. سیپری میگه بودجه نظامی ایران فقط 10.5 میلیارد دلاره. عربستان در سالهای گذشته برای مبارزه با جمهوری اسلامی 150 میلیارد دلار در جهان به ویژه از صنایع تسلیحاتی آمریکا اسلحه خریده. امروز سخنگوی عربستان سعودی بر علیه جمهوری اسلامی عادل الجبر وزیر خارجه عربستان سعودی، اون هر روز مصاحبه میکنه، بیانیه میده و چنین مطرح میکنه که پدیده تروریسم اسلامی از جمهوری اسلامی است. او در مصاحبه با روزنامه فرانکفورت آلگماین سایتونگ آلمان در دو هفته پیش چنین مطرح میکنه که با انقلاب اسلامی ایران پدیده تروریسم اسلامی به وجود آمده، در صورتی که این واقعیت نداره. پدیده تروریسم اسلامی اینها وهابیون و سلفی ها هستند و ایران نقشی نداشته. او چنین مطرح میکنه که تحریم ها بر علیه ایران خواهند موند و ایران منفور جهانی است. امروز عربستان سعودی و ایران یکدیگر را تهدید نظامی میکنند که در واقع خطر بزرگی برای منطقه است. من معتقدم صنایع اسلحه سازی آمریکا، غرب و ویژه آمریکا در این بحران و تشدید این بحران بین عربستان سعودی و ایران نقش عظیمی رو دارن که بتونن صنایع خودشون رو پیش گسترش بدن و سلاح‌های بیشتری بفروشن. و عربستان سعودی ایران رو تهدید میکنه، میگه همونطوری که ما در یمن در مقابل ایران قرار گرفتیم، در آینده هم در رابطه با عظمت طلبی ایران اقدام خواهیم کرد، حتی اقدام نظامی خواهیم کرد. بینندگان، خطر آتش عظیمی در منطقه وجود داره. جنگ بزرگی، جنگ عظیمی بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره و میتونه جهان را آلوده خودش بکنه. من میبینم که فرصت برنامه هم در اینجا به پایان رسیده. بینندگان عزیز، به شما بدرود میگم تا برنامه آینده.